یاقوت بهشتی میتونه سلامتیت رو تضمین بکنه و در عین حال اگر ندونی چجوری باید ازش استفاده بکنی میتونه سلامتیت رو به خطر بندازه. تو این ویدیو با من همراه باش که نکات خیلی جدیدی رو میخوام بهت یاد بدم که مطمئنم تا قبل از این نمیدونستی و یه لایک کوچیکم اون پایین بزن که بهم انرژی بدی. دوست عزیزم سلام، به کانال نرس مینا خوش اومدین. این ویدیو رو دارم دقیقاً یک روز قبل از شب یلدا براتون ضبطش میکنم و میدونم که همتون سر سفره های یلداتون از انار استفاده میکنین، خواص فوق العاده ای داره که تو این ویدیو میخوایم چند تا از مهمتریناش رو با هم دیگه بررسی بکنیم. من از بالا شروع میکنم بیام پایین و دونه دونه خواص خیلی مهمش رو بهتون بگم. خب بریم سراغ اولین مورد. از موهامون شروع میکنیم. کسایی که درگیر ریزش مو هستن یا شوره سر دارن میتونن مقداری آب انار رو بریزن داخل شامپوشون، قبل از استفاده تکونش بدن، بریزن روی سرشون، بزنن چند دقیقه بمونه، ماساژ بدن خیلی خوب پوست سرشونو و بعد از اون آب کشی بکنن و بشورن سرشونو. این خیلی کمک میکنه که شوره سر از بین بره. مورد بعدی برای مغز ما چه تأثیری داره؟ اینکه از انار استفاده بکنیم. خب انار و کلن میوه هایی که رنگشون قرمزه سرشار از آنتی اکسیدان هستن. این آنتی اکسیدان به سلول های مغز ما کمک میکنه که در برابر رادیکال های آزاد بتونن از خودشون محافظت بکنن. در نتیجه برای تقویت عملکرد حافظه و خیلی مؤثره. کسایی که درگیر آلزایمر هستن هم میتونن ازش استفاده بکنن. مورد بعدی که خیلی برای خودم هم نکته جدید و تازه‌ای بود اینه که برای سلامت دهان و دندان هم میتونه مؤثر باشه. اما چه جوری؟ کسایی که دهنشون خیلی آفت میزنه میتونن پوسته انار رو خشکش بکنن، بعد پودر بکنن و اون پودر خوش شده پوسته انار رو بریزن روی اون قسمتی که دچار آفت شده، بذارن بمونه. این خیلی زیاد کمک میکنه که اون آفتا از بین بره. حتی وقتی که شما برین دندون پزشکی و دندونتون رو میکشین، اگر که بعدش دچار خونریزی میشین میتونین اون پوسته های خشک شده رو باز هم دور بریزین اون قسمتی که دندونتون رو کشیدین. علاوه بر این که خونریزیتون رو بند میاره میتونه کمک بکنه که دچار التهاب و عفونت هم نشه اون جایی که حالا زخمه. مورد بعدی برای کسایی که درگیر عفونت گلو میشن، که خب الان هم فصلشه، پاییز و زمستون، خیلی دچار سرماخوردگی میشن، گلوشون عفونت میکنه، میتونن ازش استفاده بکنن. اما چه شکلی؟ کافیه که شما بیاین آب انار رو با یه مقدار نمک طبیعی ترکیب بکنین. اینو بیاین در طول روز چند بار، مثلا هر به یک ساعت نصف لیوانش رو خیلی آروم آروم، نه به صورتی که قلقله بکنه، مزه مزه بکنین، قورتش بدین و این کمک میکنه که همه اون مجراها این آب اناره رد بشه ازش و این عفونت ها از بین بره. خیلی زیاد میتونه بهتون کمک بکنه. یکی دیگه از خواص انار سلامت قلب و عروق ماست. انار باعث میشه که چربی ها داخل رگهای خونی رسوب نکنن. در نتیجه باعث میشه که کلسترول خون بیاد پایین، چربی خون بیاد پایین، خون رو تصفیه میکنه، پاکسازی میکنه خون رو و فرد دچار آتروسکلروز و کلسترول بالا نمیشه. از اونجایی که انار سرشار از پتاسیمه، برای کسایی که درگیر فشار خون بالا هستن هم خیلی مناسبه و باعث میشه که فشار خونشون تنظیم بشه. طبق آخرین تحقیقاتی که انجام شده انار برای کسایی که درگیر دیابت هستن هم مناسبه. یکی دیگه از خواص فوق‌العاده انار اینه که برای کسایی که درگیر مشکلات کبدی هستن، مثل کبد چرب، مثل هپاتیت کبدی، مثل کسایی که آنزیم های کبدیشون بالا رفته به شدت مناسبه. اما چجوری باید از انار برای درمان مشکلات کبدی استفاده کرد؟ یه نسخه فوق‌العاده میخوام بهتون بگم. قبل از اینکه از این نسخه یا بهتر بگم رژیم 3 روزه استفاده بکنین،
بعد اول از همه روده هاتون رو پاکسازی بکنین و درگیر یبوست نباشین. حالا این نسخه 3 روزه چی هستش؟ شما به مدت 3 روز هیچ چیزی نباید استفاده بکنین و بخورین به جز آب انار و عسل. شما میتونین هر موقع که احساس گرسنگی و تشنگی کردین آب انار رو با 1 لیوان آب انار رو با 1 قاشق چایخوری عسل ترکیب بکنین و استفاده بکنین. این رژیم رو به مدت 3 روز باید انجامش بدین و بعد مشاهده میکنین که چقدر توی پاکسازی کبدتون، حالا کسایی که درگیر کبد چرب هستن مؤثره. البته که کسایی که درگیر گرید های بالای کبد چرب هستن باید درمان اصولی رو براش انجام بدن، چون کبد چرب یه بیماری کاملا خاموشه، درد و علائم خاصی رو برای شخص بروز نمیده. و از اونجایی که ما ایرانی متاسفانه عادت داریم که کار به سخون برسه و وقتی که حسابی درگیر درد شدیم به دکتر مراجعه بکنیم، اگر بذاریم که کبد چرب هم به این مرحله برسه، تنها راه درمانش پیونده. پس سریع باید به دکتر مراجعه بکنیم. و در نهایت هم انار برای سلامت پوست خیلی عالیه، باعث شفاف شدن و شادابی پوست صورت میشه. و نکته آخر، خاصیت چربی سوزی فوق‌العاده‌ای داره، متابولیسم و سوخت و ساز بدن رو میبره بالا. پس کسایی که میخوان لاغر بشن میتونن از انار یا آب انار هم استفاده بکنن. و اما نکته مهمتر این که این انار رو اگر که تو مصرفش زیاده روی بکنین، خود انار، دونه های انار رو و درست نجوین دونه های انار رو، باعث گرفتگی روده میشه، پولی، یه جور پولیپ روده و انسداد روده. در نتیجه فرد باید بره و روده‌هاش رو جراحی بکنه. پس تو مصرف همین اناری که خیلی خاصیت هم براتون داره زیاده روی نکنین. روزی 1 دونه انار اگر که میخواین استفاده بکنین و اون هم خیلی خوب بجوین که باعث یبوست و انسداد روده نشه. و حالا اگر از آب انار هم خواستین استفاده بکنین یا رب انار یا انار پخته شده، که همه اینها خاصیت داره. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر که تجربه دیگه ای از استفاده از انار دارین حتما توی کامنت ها به اشتراک بذارین با من. و اگر هنوز کانال ما رو ساب نداری، این دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشید.